دعوت کردیم از آقای دکتر پوریا ثابتیان، متخصص قلب و عروق از آلمان، که بیشتر ما رو در این خصوص راهنمایی کنه. درود بر شما. خوش اومدین. سلام علیکم. سلام علیکم. میگم که شما دیگه الان چیزایی که من می‌خواستم بگم همه رو گفتین. خدافظی کنیم ماها. براتون آرزوی موفقیت می‌کنم. خیلی ممنون. دیگه چیزی واسه من باقی نمونده. نه بابا، اصل کارو برای شما بگی. آقای دکتر، واقعا این که من درست، یعنی این درست نیستش که بدن انسان به نمک نیاز داره دیگه، درسته؟ پس چرا اینقدر خطرناکه برای سلامتی؟ بگو که نیست. آره ببین، بدن انسان به نمک نیاز داره به خاطر اینکه کارکرد یه سری از عضلات و به خصوص سیستم عصبی به نمک بستگی داره، و از طرف دیگه خب باید بنزه کافی مصرف بشه که تا این کارکرد انجام میشه. از طرف دیگه خب روی کارکرد روده ها میتونه تاثیر بذاره به خاطر اینکه روی میکروبیوم در روده یا همون باکتری های مناسب و مفید روی روده میتونه تاثیر بذاره. واسه همین نمک برای بدن ما لازم هست، ولی به اندازه‌ای که بدنم واقعا بهش احتیاج داره، و بیشتر از اون همونجور که خودتون گفتین میتونه باعث افزایش فشار خون بشه، حتی میتونه باعث چاقی بشه. دیدین کسایی که چیپس میخورند، کربوهیدرات و چربی و نمک. به به. دیگه آره واقعا لامصب اولین چیپس رو که میخوری تا ته بسته رو میری، اصلا نمیذاره. راه نداره. حتی واسه افزایش اشتها میشه، و همونجور که گفتم مصرف زیادترش میتونه سیستم ایمنی رو تحت تاثیر قرار بذاره، باعث بروز یه سری التهابات توی بدن بشه، و همینطور میتونه باعث بروز یه سری از بیماری های خود ایمنی بشه به خاطر اینکه میزان لاکتوباسیلر رو کم میکنه و یه آنزیمایی بیشتر میشه که حالا اسمش خیلی شاید گفتنش خیلی به قول معروف جذاب نباشه، چیزای علمی خیلی چیز نیست، ولی اینا میتونن باعث بشن که سیستم ایمنی ما حتی تحت تاثیر قرار بگیره، و به هر ترتیب التهاب توی بدن بیشتر بشه و کارکرد روده هام میتونه در این زمینه مختل بشه. البته ناگفته نمونه، واقعا نمک خب زیاد هم صحبت کردیم راجبش، خواص بسیار زیادی هم داره. مطمئن داریم در مورد اینکه و مصرف بیش از اندازش صحبت میکنیم. ایده آقای دکتر، ممکنه نمک رو اصلا موقع سرو غذا اضافه نکنن و به طور کلی موقع آشپزی نمک زیادی هم استفاده نکنن، اما ممکنه حجم زیادی از نمک رو با مواد غذایی که از بیرون میخرن وارد بدنشون کنن. از خرید چه غذاهایی ما باید دوری کنیم که این اتفاق برامون نیفته؟ البته غیر از خیارشور که اسمش مشخصه دیگه. پفک نمکی هم هست. پفک نمکی هم اضافه میکنیم. اینا ماهیتشون همین هست. آره ببینید، غذاهای کنسروی خیلی توشون نمک داره، غذاهای دودی خیلی توشون نمک داره، و همونجوری که گفتی یه سری از مواد غذایی که ما مصرف میکنیم مثل پنیر، مثل نون، مثل سوسیس کالباس، اینا خودشون به میزان زیادی حاوی نمک هستن. فقط اینو باید بدونیم که مصرف نمک، حالا درسته که فشار خون رو میبره بالا، ولی خیلی وقتا فراموش میکنیم که این افزایش فشار خون به خاطر در واقع بالا رفتن میزان آب داخل عروق، آب داخل خون، و همینطور در واقع آسیب دیواره عروق، و همینطور از بین رفتن ارتجاع دیواره عروقی و پیدایش آنوریسما و خلاصه ممکنه هزار جور داستانهای دیگه به وجود بیاره. پس بنابراین توی خوردن مواد غذایی که ما داریم انتخاب میکنیم، مثل سوسیس کالباس و اینا، باید خیلی رعایت بکنیم. تا جایی که من خودم الان 7-8 ساله که سوسیس کالباس اصلا نمیخورم، علارغم اینکه نمک زیاد داره، کارسینوژن هم هست، یعنی میتونه سرطان زا باشه. به خاطر همین خیلی از این مواد رو باید رعایت بکنن. غذاهای کنسروی هم میتونن حتی کارسینوژن و سرطان زا باشن، علارغم اینکه نمک خیلی بالایی هم دارن. ببخشید آقای دکتر، این گفتید که کالباس، به خاطر کالباس اینو گفتید دیگه، درسته؟ سوسیس و کالباس. این اصلا ربطی نداره چه برندی خوبه، خیلی کیفیتش خوبه، کلا ماهیتش اینو داره. اصلا آره، سوسیس و کالباس علل خصوص غذاهای دودی و سوسیس و کالباس، اینا میتونن باعث ایجاد کانسرهای سیستم گوارش بشن، سرطانهایی مثل سرطان معده. براش بخوای، 8 سال پیش اولین سرطان معده‌ای که من خودم جراحی کردم، از اون لحظه به بعد دیگه سوسیس کالباس نخوردم، برای اینکه اصلا دلم نمیخواستم چی برای سر خودم بیاد. آره کاملا درست. پس برای کسی که حالا فکر میکنن غذای بدون نمک بی طعمه، چه جایگزین سالمی رو میتونی پیشنهاد کنی به عنوان چاشنی؟ آره ببین، نمک واقعا به غذا طعم میده دیگه. طعم دهنده‌های زیادی وجود دارن، مثل آبلیمو، سرکه، یا خیلی از ادویه ها که خیلی هم معطر هستن، سبزیجات خیلی معطر میشه ازشون استفاده کرد، و وقتی اینا یواش یواش جایگزین بشن، باور کن دیگه احتیاج به نمک از بین میره. من
من خودم چون واقعا نمک نمیخورم، خیلی خیلی کم، اگه غذا یک کوچولو زیادی نمک داشته باشه برای من حسابی شوره، یعنی اصلا دیگه نمیتونم. یعنی این عادت، آره آفرین، عادت‌ها تغییر میکنه، فقط کافی که یواش یواش این اول از همه نمک رو از رومیز حذف بکنن و موقع آشپزی هم کمتر نمک استفاده بکنن، بیشتر از چیزهای دیگه مثل آب لیمو، سرکه یا ادویجات دیگه و سبزیجات معطر استفاده بکنن، یواش یواش این عادت از بین میره. حالا آقای دکتر، اگر که چون میدونم مثلا من خودم وقتی که ورزش میکردم گرفتگی عضلا اینا برام پیش میومد، خیلی کمکم میکرد نمک. من میدونمش نه، بخاطر توی عضله ها سدیم ترشح میشه، درست میگم آقای دکتر؟ یعنی این سدیم، آره، که سدیم و منیزیم، آره، به خاطر اینکه سدیم کلرید دیگه، کلرید توی اسید معده وجود داره و این سدیم کلرید میتونه در واقع فانکشن عضلات رو به این ترتیب بهتر بکنه، از اون جایی که ایمپالس های عصبی رو توی سیستم عصبی به عضلات وارد میکنه که اسپاس های عضلانی یواش یواش از بین میره و کاهش نمک میتونه این باعث این اتفاق بشه و خب از طرف دیگه افزایشش هم میتونه از یه جای دیگه به قول معروف آسیب‌زا باشه. ولی تو کسایی که ورزش میکنن مایعات و مایعات ایزوتون خیلی استفاده میکنن، در واقع میشه گفت نوشیدنی های ایزوتون استفاده میکنن که یه نمک معینی توی این نوشیدنی ها هست برای کمک به عضلات. بسیار، من خواستم همین رو بگم، اون دوره من انقدر این کار کردم، یعنی عادت بد غذایی من که نمک زیاد میخورم از همون موقع شروع شد. ما همه از بچگی اینجوری بودیم، یعنی سر سفره حتما باید نمکتون باشه، هنوز نچشیدی غذا رو اول میزنی. آره. با فلفل. آره، ولی خب بعدش دیگه، آره، هر چی چیز خوشمزه هم هست یا پر نمک یا پر شکر، متاسفانه. متاسفانه. آره متاسفانه. دست شما درد نکنه آقای دکتر، وقتت بخیر، ممنون که باز هم با ما بودی. ایام بخیر. مرسی. متشکرم. مرسی. خدا نگهدار. متشکریم.